Hamlet. Hamlet. عمویت، برادرم، او مرا هنگامی که در خواب عمیق بودم کشت و تا زمانی که رستاخیز فرا رسد در برزخی که لوسیفر ساخته است گرفتار خواهم بود. پدر چرا عمویم پدرم رو کشت و با مادرم ازدواج کرد؟ آیا من دوچار جنون شدم؟ عمو، تو پدرم را کشتی، تو پدرم را کشتی و با مادرم بگذار در این بارو نیندیشم. تو را خواهم کشت، تو را خواهم کشت، تو را خواهم کشت. پدر چرا پدرم نیست؟ چرا پدرم نیست؟ پدر من بدون تو تنهایم، پدر من بدون تو تنهایم و غم سایه شوم خود را بر زندگی من گسترده است. چگونه بدون تو جهان را تاب آورم؟ Thank you.
داشتی تن بسیار بسیار سخت آدود صبح می شدی، آب می شدی و خود را در شب نمی محو می ساختی. یا کاش جاودان خدای استوار ننهاده بودی فرمان ششم خود را به نفی خودکشی. خدایا خدایا چه فرساینده بی مزه بی ناک و ناسودمند می نماید نزد من همه یا اینهای این جهان. افو بر جهان باد، این باقیست هر زلفنا کشیده که می روید تا دانه دهد. چیزهای تبهکن و ناخوشایند در طبیعت سر و سری باغ را تصاحب کردن که می بایستی کار به اینجا می کشید. دو ماه هست که مرده است، تازه دو ماه هست که مرده است. شاهی چنان والا که بود در سنجش با شاه کنونی، خدای خورشید در برابر یک ددمنش تنکامه. او چنان با مادرم مهربان بود که روا نمی داشتی بادهای بهشتی به وزندی به چهره وی. بس بتون ای آسمان و زمین، آیا میبایدم به یاد آورد؟ او چنان به پدرم میاویخت که گویی افزایش اشتها بالیده بودی با چیزی که با آن خوراک میخوردی و با این همه در یک ماه. بگذار در این باره نیندیشم، بگذار در این باره نیندیشم. ای بل هوسی و سستی، نامت زن است. یک ماه کوتاه، حتی پیش از آنکه آن کفش هایی کنده شوند که او با آنها کالبد پدر بیچاره مرا همراهی که دو زناشویی کرد با عمویم، با عمویم، با عمویم زناشویی کرد با عمویم. ای خدا، یک دد وحشی که نداره گفتمان خرد است بیش از این سوگواری میکردی با عموی من زناشویی کرد، برادر پدرم. ولی نه بیشتر مانند پدر من از آن اندازه که من مانند هراکلس هستم. در دیرنده یک ماه، حتی پیش از آن که نمک عشقهای ریاکارانش سرخی چشمان بیمار او را ترک کرده باشند، او زناشویی کرد. جهیدن با چنین چالاکی لای ملحفه های زناکاری این خوب نیست و همانا به هیچ چیز خوب نتواند انجامیدن. نوتهای من ولی بشکنه دل من، چه نگه میبایدم داشتن زبانم رو. Thank you.
بودی از آن علف هرز که در کناره رودخانه من ریشه می کند و تباه می شود اگر بر سر این تکان نمی خوردی. اکنون حملت بشنو، چنین گفته شده است که انگامی که در بوستان خود قنوده بودم یک افعی مرا نیست. بدین سان گوش همگان با یک روایت ساختگی از مرگ من به زشتی گول زده شده است. ولی تو بدانی برنای والا، آن افعی که زندگی پدرت را نیش زد اکنون تاج او را بر سر می نهد. بدین سان گوش همگان با یک روایت ساختگی از مرگ من به زشتی گول زده شده است. بدین سان گوش همگان با یک روایت ساختگی از مرگ من به زشتی گول زده شده است. انسان گوش همگان با یک روایت ساختگی از مرگ من به زشتی گول زده شده است. از ما به بد آفندید، خواه تو روی رستگاری یا دیوی نفرین شده باشی، خواه نسیما را از بهش با خود بیاوری، خواه توفانا را از دوزخ، خواه آهنگ هایت دوشن باشن یا نیکومنشانه، تو در چنان صورت جسمانی پرسش پذیر می آیی که من می خواهم سخن بگویم با تو. من تو را حملت خواهم نامید. شاه پدر، آی پاسخ ده به من، مگذار من در نادانی بترکم، بلکه بگو چرا استخوان‌های آیین دیدند که در مرگ در تابوت گذاشته شده بودند پوشاک مومی خود را شکافتند. چرا دخمه ای که ما دیدیم که تو به آرامی به آن سپرده شدی،
فکهای مرمرین سنگین خود را باز کرده تا تو را دوباره برون اندازد. این چه نشانگری خواهد کرد که تو نقش مرده دوباره در پولاد فراراسته بازدید میکنی بدین سان پرتوهای رنگ پریده ای از ماه را. شب را هراسناک میگردانی و ما بازیچه‌های طبیعت را وامی دادی که چنان وحشت زده سرشت روانی خود را تکان دهیم با اندیشه هایی فراتر از رسش های ارواح خود. بگو چرا چنین است؟ از بحر چه؟ ما چه میبایستی بکنیم؟ نمیتواند خواستگاه خود را برگزیند یا با رشد زیاده یکی از خلطهای چارگانه که خواه جامعه طبیعت باشد خواه ستاره بخت بد. از دیدگاه سنجش همگان تباهی را به خود خواهند گرفت از آن یک کاسی خاص. نوت‌های من یک درم اهریمن همانا هر گونه جوهر والا را تباه می کند و کار را به رسوای همان جوهر والا می ای همه شما لشکریان آسمان، ای زمین، دیگر چه؟ آیا من باید دوزخ را نیز فرا خوانم؟ استوار باش، استوار باش، دل من و شما ای رگ آپیای من ناگهان پیر مشوید بلکه مرا استوار نگه دارید. به یاد آورم تو را در این جهان پریشان، به یاد آورم تو را. آری از نوع خاطرم همه برنوشته های گول ناچیز را پاک خواهم کرد، همه کلمات قصار باز نگاشته شده از کتاب ها را، همه عبارت‌های قالبی را، همه کلیشه‌های گذشته را، و تنها و تنها فرمان تو خواهد زیست در کتاب بزرگ مقدس. نیامیش نما ماده فروتر. آری به دادار آسمان سوگند. به خونه عیسی مسیح.
آیا میپندارید نواختن من آسان تر است از یک هر ساز که میخواهید مرا بنامید، هر چند بیازارید، هر چند پرده بندی کنید، ولی روی من نمیتوانید. ای دوشگارترین زن بذارید برشناس که انسان میتواند لبخند بزند و فرو مایه باشد. دست کم اینجا چه میتواند بود؟ پدر؟ جهان زندان جاداری است که در آن سلول‌ها، بندها و دخمه‌های فراوان یافت می‌شود. اینجا یکی از بدترین آنهاست. اما برای شما زندان نیست، زیرا هیچ چیز نیست که خوب یا بد باشد، بلکه اندیشیدن خوب یا بدش می‌سازد. جهان برای من یک زندان است. من می توانستمی در پوست یک گردو در بند کشیده شده باشم و خود را پادشاه جهان ناکرانمند بینگارم. اگر چنین نمی بود که رویای بد دارم. رویا خود یک سایه است. گدایان ما تنهایند و سلاطین و قهرمانان بزرگ نموده شده ما سایه های گدایانند، و گدایی که من هستم حتی در سپاسگزاری ها نیز ندارم. آیا این کامش خودتان است؟ آیا این یک دیدار داوطلبانه است؟ بیایید با من دادگرانه رفتار کنید. بیایید خاموش بمانید، سخن بگویید. من یک سر در آفتابم. من خود به شما خواهم گفت.
از چندی پیش ولی از چه روی نمیدانم. هر گونه شادی خود را از دست نهادم، هر گونه آیین ورزش و سرگرمی را کنار گذاشتم و به راستی چنان سرشت روحیم سنگین شده که این سامانه بزرگ، این زمین به نگر من یک دماغه ستربن می نماید. این سراپرده بسیار شکومند هوا می بینید شما، این سایبان زیبای آسمان بر فراز ما، این بام همایون که با افروزه های زرین آراسته شده. آری به نگر من چیزی پدیدار نمی گردد جز توده پلید و تاون زده از بخارا. در دل من گونه ای پیکار در گرفته شده بود که نمی گذاشتی مرا که بخوابم. می پنداشتم که درازا افتادم، بدتر از شورشیانه به قل و زنجیر کشیده شده، شتاب انگیخته. و آفرین آفرین به این شتاب انگیختگی. بگذارید برشناسیم که نادانستگی های ما گاه به ما خوش خدمت می کند. هنگامی که نقشه های شرف ما همان و سست و بی اثر می شوند، و این باید به ما بیاموزد که یک نیروی خدایی برجاست که فرجام ما را می تابد، هرچند که طرح نخستین آنها را خود در اندازیم. این بسیار قطعی است. شاهکاری از آفرین شاست انسان، چه بالاست در خرد، چه بی نظیر است در نیروی تن و جان، در طرز رفتار جنبش خوش ساخت و ستودنیست، در فراگرفت چقدر مانند یک خدای، زیبای جهان سرنمونه جانداران. و با این همه نزد من این گوهره پنجم کیمیای خاک چیست؟ Ha 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 ha!
مرد مرا خوشنود نمیگردانم نه زن هم نه. اگرچه با لبخندتان چنین میگوید اگر نه مرد پس زن. چرا میخندید وقتی که میگویم مرد مرا خوشنود نمیگرداند؟ ای کاش فلسفه میتوانستیش دریافتم. شما را همان یک وقتی دوست می داشتم. به راستی من شما را اغوا کرده بودم. شما نمی بایستی من را باور کرده باشید. زیرا پرهیزگاری نمی تواند چنان به تنه کهن سال ما پیوند داده شود که ما هیچ مزه‌ای از آن طبیعت کهن گناهالود را نگه نداریم. من دوستتان نمی داشتم. راحت را پیشگیر به سمت یک راه به خانه و برو. آخر چرا آیا می خواهید زاینده گناهکاران باشی؟ من خود تا اندازه درست کار و راست گویم، ولی با این همه میتوانم خود را به چنان چیزهایی متهم سازم که بهتر میبودی مادرم مرا نزاده بود. من مغرورم، کینه توزم، جاه طلبم. به یک اشاره من همه گناهان بیش از آن چه اندیشه برای دریافتن، تخیل برای انگشتن و وقت برای برنامه رساندن چه کاری میبایستی چنان آدم های مانند من بکنند که اندر میان زمین و آسمان میخزند؟ ما فرومایگان محضیم. هیچ یک از مایان را باور مکن. راحت را پیشگیر به سمت یک راه به خانه و برو. برو 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 اوفیلیا، اگر تو همانا میخواهی ازدواج کنی، من این حقیقت تا اون زده رو چنان جریزم به تو هدیه میدهم. حتی اگر تو پاک باشی چنان بد، ناب باشی چنان یخ، از بهتان افترا نخواهی گریز. یا اگر حتما تو میباید زناشویی کنی، با یک مرد احمق زناشویی کن. زیرا مردان فرزان سخت نیک میدانند که شما زنان با فریفتگاری خود چه هیولاهای دو شاخی از ایشان میسازید. خواب سفیدار مالیدن تا نیز بس خوب شنیدم. خدا من به شمایان یک چهره داده است و شمایان برای خود چهره دیگر می سازید. شمایان اشوه‌گرانه می رقصید، می خرامید و با شیوه‌گری سراسه و سر نمی گوید. برای آفریدگار خداوند واژه های نوبیده بوده روز به کار می برید و جست گرفتن تعمادی خود را چنان نادانی خیش جا می زنید. این مرا دیوانه گردانده است. من میگویم ما دیگر زناشویی نخواهیم داشت.
راحت را پیشگیر به سمت یک راه به خانه، برو، بدو و بدرود، بدرود، بدرود. اوفلیا، گنجشکک من، مگر نگفته بودم از تردید کن که ستارگان آتشینن؟ تردید کن که خورشید همانا میگردد، تردید کن به راستی که دروغگو باشد، هرگز تردید مکن که من دوستت می‌دارم. چرا تردید کردی؟ چرا تردید کردی؟ چرا تردید کردی؟ نگفته بودم من تردید کن که ستارگان آتشینند، تردید کن که خورشید همانا میگردد، تردید کن به راستی که دروغ گو باشد، ولی هرگز تردید مکن که من دوستت میدارم. چرا تردید کردی؟
چرا تردید کردی؟ چرا تردید کردی؟ من دوستت می داشتم. من سرانجام من تنهایم. آخ چه فرومایه و برده زمخت و ناهنجاری هستم من. آیا شگفت نیست که این بازیگر در اینجا تنها در یک افسانه، در یک رویای شور و سودا، بتواند روان خود را چنان هم نوای پندار خیش گرداند که بر پایه‌ی آن چرش به یک بار رنگ ببازد، عشق در چشمانش حلقه زند، پریشانی در چهرهش نمایان شود، آوایش بشکند و سراسر کار کرده تنش هماهنگ گردد با چشم‌اندازهای ویژه برداشتش، و این همه برای هیچ. با این همه من یک بدنهاد منگ و زنگار گرفته در روح، افسرده مانند یک آدم خوابگرد، بی تفاوتم نسبت به امر خیش، و نمی توانم هیچ بگویم، نه حتی از بر یک شاه. آیا من ترسوام که کسی مرا پس فطرت می خواند، به من توسری می زند، ریشم را می کند و به چهرم پرتاب می کند، مرا در گلو دروغگو میخواند، دروغگو تا ژرف نایریهایم؟ چه کسی با من چنین میکند؟ آه به خون عیسی مسیح سوگند که من باید تاب آورم، چون این نتواند بود جز آن که من دل و جگر کبوتر دارم و ندار صفرایم، تا آن که بتوانم کام ستمگری را تلخ گردانم. چه گفتا چه اوناقی هستم من؟ واقعا که سخت ستودنیست که من پسر یک پدر گرامی کشته شده پیش شده به سوی کین
به وسیله یه حس دادگری طبیعی باید مانند یک روسپی اغدای دل خود را با واژه ها برون ریزم و به نفرین کردن فرو افتم، درست مانند یک زن شلخته، یک کلفت بددهان. تو فو بر این وضع بادن روحی که من دیدم توانستی یک اهریمن باشه داری؟ آری و اهریمن نیرو دارد تا ریختی خوشایند برای خود برگزینم و با بهره‌گیری از سستی مالی خویی‌های من چنان که او بسیار نیرومند است تا با چنین حالات جسمانی مرا گمراه کند تا با کشتن یک بیگناه گجسته سازد. زمان از سامانی خود گسسته است ای دوشبختی گجسته که من اصلا میبایستی زاده شوم تا زمانه را به سامان آورم. من چمهایی خواهم داشت. من چمهایی خواهم داشت. من چمهایی خواهم داشت. توانستم این خون داغ نوشیدن و کارهای بیرحمانه انجام دادن که روز قیامت بر خود می لرزیدی اگر می چگونه هر تصادفی بر ضد من گواهی می دهد و به من برای کین ستانی گم شده هم مهمیز می زند. انسان چیست؟ انسان چیست؟ انسان چیست؟ اگر تنها رامش و سود و عمده عمرش خفتن و خوراک خوردن باشد یک دده وحشی نبیش. انسانی درست کار بودن در جهانی که پیش می رود یعنی انسانی که از میان 10,000 تن برگزیده شده است. آیا به نظر نمی رسد که وظیفه‌ای بر دوش من است؟ اینجا
جهان سخت ستودنی است. زبانی در خود داشت و می توانست آواز بخواند یک وقت، شاید سر یک دسیسه چین باشد. دسیسه چینی که حتی می کوشیدی خدا را هم کنار بگذارد. آیا نمی توانستی؟ شاید همسر یک وکیل دادگستری باشد. کجای انبوش کافی های قانونیش؟ دعاویش؟ سندهایش؟ کجای؟ می توانستی در زمان زندگی خود یک خریدار بزرگ زمین بوده باشد، با قباله هایش، ضمانت نامه هایش، پیش پرداخت هایش، بازیافت های حقوقیش، سند های انتقال ملک هایش به سختی در گور جای خواهند گرفت. آیا این است عاقبت مصالحه هایش؟ که کله باریک اندیشش پر شود از گلولای. بودن یا نبودن، این از پرسمان. با
آیا بالاتر از در ذهن رنج بردن از فلاخنها و تیرهای بخت دوجاهنگ، یا جنگ افسار برگرفتن در برابر دریایی از آشوبها و با رویاروی رزمیدن آنها را پایان بخشیدن؟ مردن، خفتن، نبیش. اما هراس از چیزی پس از مرگ، آن کشور کشف ناشده که از آن سرزمین هیچ کاروانی باز نمی گردد، اراده را گیج می کند.